مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه برای گرامی داشت روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهما السلام و راه اندازی بزرگترین کاروان زیارتی شهر مقدس سامر را آماده می شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی شیرازی، این دفتر هر سال با ثبت نام از زائرین در شهر مقدس کربلا بزرگترین کاروان زیارتی شهر سامر را در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان سازماندهی می کند. بر اساس این گزارش، مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت امسال نیز ثبت نام از زائرین را از چندین روز قبل آغاز کرده که با توجه به استقبال گسترده شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام از همکنون ظرفیت‌های این کاروان تکمیل شده است. به گفته یکی از مسئولین کاروان، با توجه به استقبال چشمگیر شیعیان از این سنت پسندیده، امسال مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت تعداد اتوبوس‌های این کاروان را تا 350 دستگاه افزایش داده است. همچنین مدیران کاروان یاری و فتح مراقد اهل بیت علیهم السلام به منظور سازماندهی این کاروان بزرگ و هماهنگی با مسئولین مربوط با سفر به شهر مقدس سامرا با تولیت آستان مقدس عسکریین علیهما السلام و فرمانده عملیات سامرا و سایر مسئولین دیدار و گفتگو کردند. گفتنی است سنت دیرینه زیارت حرم امامین عسکریین علیهما السلام در جمعه آخر ماه مبارک رمضان بیش از نیم قرن پیش توسط مرجع راحل آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی قدس سره پایه‌گذاری شد. ایشان با هدف رفع غربت از سامرا و حرم مطهر آن به مردم سفارش می‌کردند که در ماه رمضان هر روز بعد از نماز ظهر به سمت سامرا حرکت کنند و بعد از نماز صبح بازگردند و کسانی که در طول ماه رمضان توفیق زیارت امامین عسکریه نصیبشان نشده بود در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به سامرا مشرف می شدند.